بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده و شنونده اسلام قرآن به گونه نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جمعه شما بخیر باشه، امیدوار هستم خوش باشین و خوشی ها از تک تک شما باشه، از غم و مصیبت و رنج ها به دور و دور باشین. خوشحال هستم باز همه بشیر سیرت با یکی دیگر از برنامه های اسلام قرآن. تا یک ساعت مهمان خانه های شما هستم و تمنا میبرم تا یک ساعت ما در خدمت شما هستیم، شما هم با ما باشین و از داشت های برنامه استفاده ها ببرین. پیش از این که بریم به حرف هایی که همیشه میگفتیم، خوب است که کتاب استاد تقریبا میشه گفت جدیدا از چاپ برآمده، کتابی از فقه سیاسی در پرتو نصوص شرعی. اول برای خود استاد مبارکباد میگم چاپی کتاب. سلامت باشید، بسیار زیاد تبریک دارم باشه استاد. و بعدش خوب هست که دوستای کتاب پیدا کنن و دوستایی که مخصوصا در سیاست یعنی میخوان یک مقدار معلومات داشته باشن، مخصوصا سیاست اسلامی، انشاءالله که تمام موضوعات در این کتاب درج هست. من هم همین لحظه این کتاب دریافتم از پیش استاد، دیگر نمیدونم کتاب برای من میتونه نمیتونه، برحال من نمیدیده میشه، انشاءالله باز خواد مطالعه کردیم و دیدیم. دوست عزیز، تا نیم ساعت اول شماره تماس 020-220-1093 در خدمت شما هست. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کنین، هم سوال و اگر نظری داشتین ما در خدمت شما. و شماره تماس واتساپ ما 0782-2247. استاد یک بار دیگر خوش آمدید میگیم. سلامت و بخیر باشین، منتظر تماس های شما هم هستیم و آغاز میکنیم بخیر سوالات. استاد، یکی سوالی که تقریبا یکی از دوستا شکایت کردن، گفتن در یکی از کشورهای اسلامی من زندگی میکنم که حدودا یعنی در بعضی فصل های سال و در بعضی ماه ها فقط 2 ساعت یا 3 ساعت شب می باشه و بقیه روز هست. من روزه را چه قسم بگیرم؟ و گفتن که سالشان از پیش از ماه مبارک رمضان بوده و تا حالا پاسخش دریافت نکردن. بفرمایید. در این رابطه علما فقهای معاصر اسلام دو نظر دارن. یک نظری است که هر کسی که در هر کشور زندگی میکنه طلوع و غروب از اون کشور مدار اعتبار است. اگر کم از زیاد است، علما قال لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دوم نظری است که اگر اوقاتشان زیاد می باشند، مثلا 18 ساعت 20 ساعت روز می باشند، اوقات مکی مکرمه را مدار اعتبار بتن که طلوع و غروب در اونجا چی می شن. این دو نظر وجود دارند و نظر صحیح تر می است که طلوع و غروب خودشان مدار، اگر 4 ساعت است 3 ساعت است، بعض اوقات می باشند که زیادتر می باشند و طلوع و غروب خود به حساب مکلف هست. یعنی دو دیدگاه، یا مکه معظمه را در نظر گیرن و یا طلوع و غروب خود است. سلامت باشین. رسم کشیدن چهره در اسلام جایز هست یا نه؟ علما فقهای معاصر رحمهم الله میگن که مسئله عکس و تصویر زیرو که انسان باشه یا حیوان باشه، کشیدنش، رسم کردنش جواز نداره. از خاطر باب صد زرایی، اولین بار که مسئله بت پرستی در قوم نوح علیه السلام از این عکس و تصویر پیدا شد. و الدم ولا سواع ولا یغوس و یعوق و نسر. به او خاطر که وقتی از زیرو که انسان باشه یا حیوان باشه جواز نداره. اما نفس طبیعت باشه، درخت باشه، کوه، فضا باشه، چیز مشکل نداره. سلامت باشین. یک دختر خانم راز خدا با دختر خانم دیگه میگه، اما این دختر خانم نمیتونه نگاه کنه، این راز فاش میسازه. پرسیدن از شما که آیا فاش کردن راز گناه هست یا نیست؟ پیش از اینکه شما پاسخ بگوین، خوب است که اولین تماس روزه بگیریم. بله بفرمایید. بله. آواز شما رو داریم، بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم علیک السلام و رحمت الله بنی عبت از جناب استاد. بفرمایید. خوب هستی؟ شما با سلامت. بفرمایید خواهر، سوال دارم. صحت دارم، خوب است. بسیار زیاد تشکر، بفرمایید. مولای صاحب گفتم ما هر شب خواب میبینم همین مرغ ماهی را، بحری می چیزا را خواب میبینم. خواه مرغ و ماهی را زیاد خواب میبینم. نماز را میخوانم. آها، صحیح. سلامت باشی خواهر گرامی، خواهان شما را سلامت داشته باشد. دوست عزیز، زمانی که شما تماس میگیرین، تماس شما را تا فرمان پاسخ میگن. وقتی که شما را با ما وصل میکنن، به این که زیای وقت جلوگیری شود، به خاطر ما بیشترین سوالات را پاسخ شده داشته باشیم، برین به طرف طرح سوالتان. ما خوب هستیم الحمدلله. بفرمایید استاد. ببینید با معذرت استاد، خیلی تماس دوم بگیریم که دوست ما روی خط هست، نمیفهم خواهر است یا برادر. بله بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستی؟ علیک السلام و رحمت الله. بنیابت از جناب استاد، بفرمایید.
سلامت خواهر. وجود شما به سلامت ان شاء الله جناب استاد پاسخ میگن. خب بریم به طرف نسل شرعی است که هر مسلمان رازدار یکدیگر باشند. مسئله امانت داری را حفظ بکنند. آیت قرآن است ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. مسئله غیبت کردن، تجسس، در عیب جویی دیگرها به حسابی از اصل شرعی است، از اخلاق اجتماعی است که باید آدم در نظر بگیرن. مسئله تجسس، عیب جویی، لعن و طعن گفتن، غیبت، راز یک مسلمان افشا کردن، این کلش ناجایز است. باید از این خودداری بکنن. اخلاقی است که رازدار باشن، در صورتی که مرتکب شدن، مرتکب گناه شدن، توبه بکشن. در رابطه با سوال خواهر، ببینین از نقطه نظر شریعت تعبیر خواب، یک خواب پیغمبر که حجت دلیل است و دیگه از امتش که رویای صادقه خواب رحمانی از طرف ثلث اخیر شب باشه، اونا 46 حسی نبوت است، از جمله مبشرات است. اما این قدر اعتنا کردن به خواب ها ضرور نیست. 5 وقت نمازتان بخونین و وقتی که استراحت هم میکنین با طریقه مسونه استراحت بکنین، اما دعاهای مسوره را بخونین، دیگه توکل به خدا بکنین. بله بله. وضعیت پابند بودن به خواب هم استاد دیگه. بله بله. ما یکم دوستی که میپرسن از ما در تعبیر خواب میگم ما مردم افغانستان بیکار هستیم، مطالعه و قرآن کریم نمیخوانیم، از عبادات بدور هستیم، زیاد خواب میگیریم، زیاد خواب میبینیم. خوب در مورد عادت خواهر. خواهر ببینین از نقطه نظر فقه اسلامی ما سه اصطلاح داریم: حیض، نفاس و استحاضه. ببینین خواهر عزیز، در فقه اسلامی مطابق فقه حنفی اقل عادت ماهوار یک خانم به حساب 3 روز است و اکثرش 10 روز. یعنی یک خانم میتونن وقتی که عادت ماهوار و عادت ماهوار هم علامه صحت است و خانمی که صحتمند بود عادت ماهوار میبینن، از 3 روز کمتر بود او مستحاضه است، یعنی یک نوع مرض است. حد اقلش 3 روز است تا حد اکثرش 10 روز. اگر 3 روز کم بود از 10 روز اضافه شد، حکم شریعتی است که در عادت ماهوار که حیض 3 روزه باشه یا تا 10 روزه نماز نمیخونین، قضایی باز نداره. اما اگر روزه باشه، روزه رو باز قضاییش میرین. در این حالت قرآن کریم هم به دست نمیگیرین، اما دیگه ذکر و اذکار که مطالعه کردن میتونین. اما در حالتی که از 10 روز اضافه شد، شما به حساب یک بار غسل بکنین، برای هر نمازتان وضوی تازه بگیرین و پیش متخصص نسایی ولادی مراجعه بکنین. او یک نوع تکلیف است و حیض و استفاده حساب نمیشه. بنان پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه بکنین و از 10 روز که اضافه شد یک بار غسل بکنین. در هر نمازتان باید وضوی تازه بگیرین، نماز تازه بخورین. هم تلاوت کرده میدونم. بله بله. سلامت باشین. نجلا خواهر خط تلفن هست. بله فرما خواهر. بله السلام علیکم، خوب هستی؟ علیک السلام و رحمت الله. سلامت خواهر، بفرما. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ مولدی سای خوب هستن؟ همه خوب هستین، الحمدلله. بخیر. یک سوال داشتم از شما. بفرمایین بفرمایین خواهر، بفرمایین. آواز ما دارین؟ تکر سوال ما امی است که برادر ما حریفی کردیم، یا برادر دارم حریفی کردیم، دکه خانم برادرم های دخانی ما میای جنگ و جال من دازه از ما جدا کرده، دکه دیگه خانه گرفته از ما جدا شده. مادرم همیشه وقت نماز میکنه، قرآن شریف میکنه، گریان میکنه، بدعو میکنه که اینمه قسم جدا کرده زن برادر ما، بدعو میکنه که اینمه تو جدا کرده، اینمه تو دکه بچه مره جدا کرده. یک بسه داریم مادر میگه جدا کرده، اینمه تو شوی بدعو میکنه. همیشه وقت غیلی ما را شیطانی میکنه. خب سلامت خواهر. برادر ما را جدا کرده، از ما جدا کرده، دیگه خانه گرفته. میشه که از معلوم شاید یک مشوره برمیده؟ انشالله انشالله. سلامت باشین خواهر، خداوند فامیل دانه خوشبخت بسازه. بفرمایین استاد. ببین از نقطه نظر شریعت در فقه خانواده بحث مستقل است. والدین گرامی پیش از اینکه با پسر عروسی میکنن، اول او را آماده بسازن. از لحاظ حقوق فامیل یک کورس نظام و خانواده را باید درس بخونن که حق حقوق خود از خانم خود از والدین اعضای فامیل بدانن. به حساب حق پدر و مادر هم جایگاه خاص دارن، زن هم حق حقوق دارن، ولیکن حق حقوق پدر زیادتر است. ببینیم به اساس آیت قرآن کریم و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا،
بعد از حق خدا و پیغمبر حق والدین است، اطاعت پدر و مادر. حتی در مقابل پدر و مادر کلمه اف نگوین. و وقتی که اگر پسر تعلیم و تربیت درست اسلامی ما کرده باشیم، اونا باز حق حقوق پدرم میفهمه، از مادرم میفهمه، از خانمم. بنان آل رای حل بددوائی نیست. نصیحت، وصیت از طریق خود پدر، مادر که یک نظام خانواده خوب تر داشته باشیم و کوشش کنن که همون نظام خانوادهشان به اساس تقوا گذشت باشه و اونا را نصیحت بکنن. این برای حل نیست که بددوائی کنیم یا عاق بکنیم. و در ابتدا اشتباه کردن که تربیه درست نشده. اگر تربیت درست می شدن، علوم شرعی را می آموختن، حقوق والدین، حقوق پدر و مادر، حقوق زوجه را، باز اون نزاکت ها را در نظر می گیرد. دیگه خدا هدایت شد. الله هدایت کنم و دعا کنن انشاءالله. اگر دعا از سر بگذاره و یک مشوره دیگه مستاد جسارت نشد در حضور شما، میشه که از طریق دوست های پسر اگر کار شوه و یا از طریق پدر و مادر دختر هم کار شوه، شاید هم سازگار باشه. پروان میریم نوید جان. بله فرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. شما با سلامت بفرمایید. در قدم اول سلام خود تضمین شما و استاد محترم می نمم. یک برنامه خوبی دارید. تشکر یکی هم سپاس از این برنامه تا. اول ما این بوده که اگر نزدیک شدن در حالت محور با همسر به این موضوع می خواستم که با من مالیت بگید. وجود شما با سلامت. تشکر نوید جان خان. بفرمایید استاد. از نقطه نظر شریعت در قرآن کریم سپاره دوم سوره بقره خداوند کریم میفرمه و یسالونک عن المحیط قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیط ولا تقربوهن حتى یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقتی که یک مرد خانمش مریض میباشه، عادت ماهوار یا دهالت نفاسه، از نقطه نظر شریعت مسئله مقاربت جنسی حرام است، گناه کبیر است. و از لحاظ سیهیم، از رار سیهی داره، هم به مرد هم به زن باید اجتناب بکنن. حرام است، مرتکب گناه کبیره میشن. اگر یک کس روی جهالت ای کار کرد، توبه و استغفار. و در حدیث آمده که چند درهم به حساب صدقه بدن، یک صدقه و خیرات. اما اگر کسی ای کار حرام دانست که حرام است، بازو می کار کرد، مرتکب گناه کبیره. اما خانم سرش طلاق نمیشه، در صورت که اگر حلال بوده این کار باز طلاق. شما به سلامت. دوستایی که امروز در صفحه فیسبوک اسلام قرآن سوال گذاشتین، اگر سوال شما امروز پرسیده نشد معذرت ما را بپذیرین، به دلیل از اینکه ما 21 صفحه A4 سوال یادداشت کردیم و دوستا تماس هم میگیرن با سوالات شما را ان شاء الله هفته بعد خاطر پرسیدیم. خب قلعه زمان خان اسمشان؟ نامشان را درست نگرفتیم بیاخه به هر صورت. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما خواهر. مولوی سمیرشین من سوال داشتم. یعنی ما بسیار زیاد گره نماده خود قضایی کردیم. زیاد قضا شده از پیش نماز. دیگه ها بسیار زیاد پیش ما نستم. آره میشه قضایی تخصیمیت کنم، یعنی توبه کنم خداوند میبخشه. انشالله بیا خداوند بخشنده است. دوستا چی میگن؟ سلام خواهر. سوال بزن دست مولوی سمیر میشنیم؟ میشنیم. بفرمایین بفرمایین. نصات میشنن بفرمایین. مولوی سمیر ما قضایی رو در یعنی بیش روز قضا را سمالاتا سرکسلا کنم زاملک بودم خودیم. دو سی سال پیش شده. وقتی که میگن که از یک روزه کتیر شد یک سال دیگه چی نمیشه؟ سلامت خواهر، سلامت. گرفتیم سوالتان است. سوالتان هر دو سوالتان را گرفتیم. بفرمایید استاد. ببینید به اساس آیت قرآن کریم که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. هر انسانی که اگر سهو اشتباه بکنن دوباره به ندامت پشیمانی خود اعلان بکنن، توبه بکنن، حتما خدا توبهش قبول میکنه. و نماز ببین خواهر عزیز فریضه اسلامی است، بالای مرد و زن فرض است. تا که روح در تن انسان است، انسان از نماز معاف نمیشه. این حق خداست، باید نماز بخونیم. و اگر اشتباه کردین، سهو اشتباه که قضا شده، این حال دو حالت داره. اگر دقیق برتان معلوم است که چند وقت نماز، کدام نماز ها را ترک کردین، مثلا 20 نماز، نماز صبح نخوانده، اما 20 نماز قضایی بیارین در موقعات مکروه نباشه که طلوع آفتاب و غروب آفتاب و استفاده در هر وقت میتونین. اگر تعدادش زیاد بود، باز کوشش کنین که در هر وقت نماز موجوده را که میخوانین
اما نمازه پیشین سابقه که سرتان قرض است، اولین نمازش تنها فرضه و وتر واجب قضایی آورده بریم به شکل تخمینی تا که مطمئن شین که نمازهایتان چی هستن؟ قضایی پوره شده و کوشش کنین که در آینده قضا نکنین، حق خداست. خالقتان است، رازق همه هست و نیستتان به دست از اونهاست. حق خداست که باید طور عبادت بکنین و این رگوزی مثل که جسمتان به غذا ضرورت داره، روح و روان ما نفس ما به می غذای معنوی که نماز هم از او جمله است. و مسئله روزه خواهر عزیز، ببین اسلام، دین اسلام روح آسانی است، در دین حرج نیست. شما کوشش کنین که به حیات انسان هم اعتبار نیست که سال آینده شما زنده میمانین یا نیمانین. کوشش کنیم در وقت واسطان هم روزای قوس و جدی روزا کتا میباشه، قضایی تانه بگیرین. در صورتی که اگر دو سه سال هم تیر شد فای پروا نداره، مقصد گرفته شد، قرض قرض از بله. برداخت شد. سلامت باشید. آخرین سال امروز، آخرین تماس امروز میگیریم به دلیل اینکه از یادداشتای من هم باید پرسیده شود که دوستا باز میرنجن. دوست محمد از کابل روی خط تلفن هست. بله فرمایید. بله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شما خیر هستید؟ بخیر هستید؟ شما به سلامت، بفرمایید. سلامت باشین. ما یک سوال داشتم، همی که یک کسی که میمره اعضا و قبر سوری گفت، این کسی که اگر که مثال یکم کسی در انتحاری از بین میره را او غرق میشه یا در میگره، هیچ جسدش وجود نمیمونه، به از یا اعضا و قبر چه قسم میباشه؟ این سوال رو سر دوست. ما فکر میکنم از نظر عقلی که این مردم ما و شما مردم افغانستان بخی همی اعضا و قبر چی که این اعضا و دنیا رو چشیدیم در قدر غم و درد و رنج و مصیبت. بر حال این جا گپ عقلی هست و دین با استاد هست. بفرمایید استاد. ببین به اساس آیت قرآن کریم سپاره 13 سوره ابراهیم، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، و سپاره 24 سوره المؤمن، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. به اساس از دو آیت قرآنی علمای اهل سنت و الجماعت عقیده دارند که عذاب قبر حق است برای کفار و برای فاسقین و نعمت های قبر حق است برای مسلمان ها. امام طحاوی صاحب در عقیده طحاوی گفت و گفت کرده. خب عذاب قبر، هر کسی که در قبر دفن شود یا خوراک مویشه در آب و یا درنده، در انتحار، انفجار، درنده، سوختانده شود، در همه حالات عذاب قبر میبینند. یکی چی گونه؟ ان الله علی کل شیء قدیر. آیا جسمن و روحن میبینند؟ در اینجا علما دو نظر ندارند. نظر صحیح است که هم جسمن هم روحن اونا عذاب میبینند و یک قولی است که روحن عذاب میبینند. بنابراین خدا قادر است که یکی در آب غرق شه یا سوختانده شه یا پارچه پارچه شه، خدا قادر است که با اونها با مو اعضای بدنش به حساب عذاب. شما به سلامت. استاد نوراقای شیروزی پرسیدن که پدر پسری در یک زمان بسیار دعای بد میکنه، بعد از اینکه دعای بد میکنه دوباره روابط پدر و پسر خوب میشن، آیا دعای بدی که در زمان بدی دعا کرده در حق پسر قبول میشه؟ از نقطه نظر شریعت اول پدر را خدا هدایت بکنن که مسئولیت پدری خود در قبال اطفال خود ادا بکنن. اگر تو اول در وقت تعلیم و تربیتشان توجه خاص به تعلیم و تربیت اسلامیشان میداشتین که یک فرزند صالح میبود، حق و حقوق پدر و مادر می دانستند، اونا هیچ وقت این شرایط مساعد نمیشه. و دعای بعد به حساب در صورتی که قطع صله رحمی باشه، پسر ملامت نباشه، خدا او را قبول نمیکنه. بنان به حساب پدرها باید مسئولیت پدری خود، چرا بد دعای بکنی؟ اینا کم و کسر و ملامتی به خود پدرها هستند. حالی که خدا معمولا واز فامیلشان جور ساختن، کوشش کنن که تابع شریعت باشه، احکام دین یاد بگیرن، به سر حق و حقوق پدر و مادر بفهمه، پدر و مادر حق و حقوق اطفال خود و مسئولیت های خود بفهمن تا که یک خانواده خوشبخت داشته باشه. امی اهدای یک قسمت از بدن، یک کس به گرده ضرورت داره، به چشم ضرورت داره، یک کس اهدا میگنه، آیا در شریعت جایز هست؟ ثواب داره؟ گناه داره؟ چگونه؟ در کتاب مسائل فقهی معاصر تیوی هم یک موضوع را ذکر کردیم. فقهای معاصر اسلام میگن که در صورت که او تو عضوی که خودش به او نیاز نداشته باشه، اش نیاز خود داره که باعث مرگش نشه، مثلا قلبش. اگه انسان قلب خدا و قلب یک باعث مرگ، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خب هلاکت چی میشه؟ بعضی اعضا مثلا گرده است، یک چشمش، در صورتی که یک کس نیاز داشته باشه
و دکتر جراحی موفق باشه کورا به حساب پیوند بکنن بدون پول مزد خود هدیه میکنن تحفه میکنن جواز داره اما خرید فروشش جواز نداره آه سلامت باشه یعنی نماز عصر چه وقت قضا میشه جناب استاد از نظر شریعی تا چه وقت آخرین وقت نماز دیگر چه وقت است ببین از نقطه نظر شریعت هر نماز طلوع و اول وقت وسط وقت و آخر وقت داره نماز دیگر حتی تا مؤخره نماز شام که اذان داده میشه نماز جواز داره اما ادای ناقص ادای ناقص چی مانا که نماز دیگر که فعلا نمی 4 4 نیم بجه که اذان داده میشه نماز خوانده میشه تا 5 نیم که نماز شام اذان داده میشه پیش از 5 نیم هم که 5 دقیقه به شام بانه نماز خود دیگر میشه خب از لحاظ اصول فقه یه ادای ناقص است نماز میشه ولی که بهترین وقتش است که در جماعت خوانده شه در وقتش کمو 4 و 15 است یا 4 و نیم در جماعت خواهدش وجود شما بسلامت خواهری گفتن من اگر تلاوت قرآن کریم نکنم و سجده نکنم من سردرد میشم و وقت یک معذور میباشم از نظر شرعی و فقه اسلامی من بسیار ناراحت میباشم و بعضا من این کار انجام میدم به خاطر اینکه من راحت شم یا تلاوت میکنم و یا هم سجده حکمش از شما خواستم و هر عزیز ببینید از نقطه نظر شریعت لا یمسه الا المطهرون انسان باید تابع شریعت باشه وقتی که در حالت حایزه عادت ماهوار می باشین یا عادت نفاس می باشین یا انسان در حالت جنوب می باشه مس قرآن کریم جواز نداره حرام است اما شما ببینید در حالت جنابت و حالت حایزه انسان نجس نمیشه یک مسئله حکمی است شما قرآن لمس نکنین مسا نکنین و نماز خوانده نمیتونین اما دیگه ذکر اذکار کرده میتونین تلاوت اگر کنین تلاوت به حساب نه تلاوت شنیده میتونین تلاوت بشنوین اما از طریق رادیو و تلویزیون دیگه ذکر اذکار کرده میتونین الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله خب فرض کنین اگر این کار کرد این نباید تلاوت میکرد تلاوت کرد خب مرتکب گناه شدن مرتکب مس قرآن بدون وضو به حساب طهارت جواز نداره خب یک سوال هست گرچه سوال امروز است اما سوال بپرسیم بسیار برادر تاکید کردن گفتن تصویب قانون مدنی در کدام تاریخ تصویب شد در وقت قانون مدنی در کدام تاریخ تصویب شد قانون مدنی افغانستان بر روحی اسلامی بر روحی فقه حنفی اقتباس از قانون مدنی مصر شده در سال 1355 هجری شمسی به حساب 1355 شما با سلامت تشکر به پایان بخش اول خود رسیدیم دوست عزیز چند سوال نیک چندین سوال باقی مان سوالاتی را که امروز دوستان سوال کردن یا در واتساپ و یا هم صفحه فیسبوک نگاهی انداختم اما یادداشت میکنیم بخیر برای هفته بعد و از هفته که گذشت هم چندین سوال باقی مان شما از ما آزرده نشین اما منتظر باشین 100% اگر ما زنده بودیم که سوالتان را میپرسیم وقفه میگیریم و پس از وقفه ادامه اسلام قرآن خوش آمدین ادامه اسلام قرآن را بگونه نشر مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید موضوع بحث در صفحه فیسبوک اسلام قرآن شب نوشتم اسلام و روابط بین الملل آیاتی که انتخاب شده آیات 6 تا 9 سوره ممتحنه جز 28 هست جناب استاد آیات مبارک تلاوت کنند و بعدش میپردازیم با طرح سوالات و تمنای همراهی شما را داریم بفرمایید استاد گرامی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لهم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. سپاس شکران. تشکر از شما. بیننده و شنونده اسلام اقران، به گونه نش مستقیم در شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید و موضوع بحث ما اسلام و روابط بین الملل هست. قبلا در شروع برنامه گفتیم که جناب استاد کتابی را در زمینه تعریف کردن به نام فقه سیاسی که نام خوب ماشاءالله ضخیم هست. کوتاه استاد در مورد کتاب خود اول بگویند که کتاب چی هست، چون ما پیشتر هم گفتم که نوبت اساس ما قرار گرفته داخل کتاب نشدیم و مطالعه نکردیم. خودشان میگن که چگونه کتابی نوشتن و چی ویژگی های کتاب داره، بفرمایید استاد. خدا را شکرگزار هستم که توفیق دادن در رابطه با فقه سیاسی در پرتو نصوص شرعی که یک ضرورت پانتون ها بودن من حیث یک کتاب درسی است مطابق کوریکولم و انتون تعلیم تربیه در بخش فقه سیاسی. این کتاب دارای 5.5 صد صفحه است در 4-3 بخش. بخش اول، دوم، سوم. در بخش اولش 7 فصل است، عناوین کلیدیش کلیات مضمون است. اون بحث کردیم که اسلام مجموعه دین و دولت، عبادت و رهبری است، دلایل ضرورت نظام سیاسی در جامعه که باید رئیس جمهور داشته باشیم با چه مشخصات و نظام حکومتی در اسلام چگونه می باشد، اصول و قواعد حکومت اسلامی چی است که اصل عدالت، مساوات و شور و دولت و حدود و قدرت در اسلام، حیثیت شرعی انتخابات امروزی و تفاوت از اونها با بیعت که در اسلام است، یک بحث. در بخش دوم کتاب در رابطه با اسلام و سکولاریسم یک بحث است. اسلام و تیوکراسی، اسلام و دموکراسی، اسلام و نشنالیسم، هر کدامش فصل جداگانه. جایگاه وحدت و همبستگی در اسلام، اسلام و روابط بین الملل، سیاست خارجی حکومت اسلامی در پرتو سیرت پیغمبر اسلام و همچنان دیگر مباحثی که مربوط اسلام، دیدگاه اسلام در مورد صلح، دیدگاه اسلام در مورد جهاد، اما تصویر اصلی اسلام در رابطه با جهاد، با جهاد با کی، این مباحث. و در بخش سوم کتاب در رابطه با مسائل جدید روز که مربوط سیاست است، مثلا جاسوس، تعریف جاسوس، جزای جاسوس، کشتن شاید جواز داره یا نداره، مسئولیت قضایی. مسئولیت قضایی کسایی که غیر مسلم هستند، اونا زیمی و مستامین حق و حقوقشان، دیگر مسائل مربوط به او بحث است. و در آخرش باز یک فصل است، اما توضیح واژه ها و اصطلاحاتی که مربوط سیاست است. سلامت باشید. تکیه شما در تالیف کتاب به چی بوده؟ یعنی منابع شما چی هست؟ منابع کلیدی شما؟ از نامش به معلوم است که فقه سیاسی در پرتو نصوص شرعی، تمام مسائل نظر با آیات و احادیث و فقه اسلامی مستند بحث شده بدون افراد و تفرید به شکل یک کتاب درسی فصلوار ذکر شده. در ختم هر فصل به خاطر از اینکه محصلین خوبتر بیاموزن مسئله سوالات. ویژگی کتاب شما با کتابای سایر کتابی که در زمینه نوشته شده؟ الحمدلله دانشمندا کتابای زیاد نوشته کردن، ولی که اکثر کتابا به شکل مطالعوی، مثلا دکتر صفی یوسف قرضوی یک عالم جهان اسلام است، عالم مشهور است، ولی که اونها به شکل مطالعه بودن، کتاب مطالعوی، ولی که این کتاب است مطابق کوریکولم مفردات و به شکل کتاب درسی. سلامت باشین. همکارا شما میره شاد شو بگیرین. یک بار دوستایی که علاقمند هستن و گام در سیاست میگذارن این کتاب باید پیدا کنیم، که حالا هر ما علاقمند سیاست ناخداگاه ناخداگاه شدیم، باید این کتاب پیدا شد و مطالعه شد. سپاس شکران. تشکر از شما. شأن نزول آیات مبارکه تلاوت کردیم. بله، علامه ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر خود می نویسن که حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، دختر ابو بکر صدیق رضی الله عنها، اونا یکی از روزا مادرش به نام قبیله از مکه آمد به مدینه بعد از صلح حدیبیه. اونا یک چیز هدیه برشان تحفه آورده بود و مادرش مسلمان تال نشده بود. دروازه را تک تک زدن، گفت اجازه دخول به خانهشان. حضرت اسماء اجازه نداد، گفت غیر مسلمان است، مسلمانه ولو که مادرم است. گفت تا که از پیامبر اسلام ما اجازه نگیرم اجازه دخول ندارن، از خاطر که غیر مسلم. باز پیغمبر اسلام که اجازه گرفت، باز پیغمبر اسلام گفت شما صله رحمی بکنید،
حسن معاشره بکنین با پدر و مادرتان، مادرت ولو که مسلمان نیست، کوشش کنین که یک روابط خوب داشته باشید. بازمی آیت نازل شد که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، که در این آیت روابط بین الملل با اسلام، روابط بین الملل اسلامی را با دیگر ملت ها ذکر میکنن. او کسایی که غیر مسلم است در همراه شما در جنگ نیست که از اونا روابط خوب داشته باشه. واسه که اجازه گرفت مادر خود اجازه داد. وجود شما با سلامت. ترجمه و تفسیر آیت ما را که بسیار کوتاه چون فرصت آیاتی که به حساب خواندیم در رابطه با داستان ابراهیم علیه السلام و در ضمن روابط بین ملل اسلامی را در دو آیت خلاصه کرده. لقد کان لکم فیهم اسوه، همانا برای شما در داستان ابراهیم علیه السلام که در مقابل پدر خود، قوم خود، کفار روابط قطع کردن، اونا کافر حربی بودن، وقتی کافر غیر حربی نبودن، یه اونا سرمشق خوبی از برای شما، اسوه حسن، سرمشق خوبی از برای کسانی که امید دارن به خدا و روز آخرت. و من یتول و هر کسی که رو بگرداند پس، فین الله و الغنی و الحمید، خداوند کریم هست، بینیاز و ستوده شده. عسالله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، امید است که قرار دهد خدا بین شما و کسانی که با شما دشمن هستند از آنها دوستی. شما روابط خوب با کفار داشته باشین، میشه که از اخلاق اسلامی شما اونها متاثر شم و دشمنتان دوست بگرده. والله قدیر و خدا قادر است، ببین هدایت به دست خداست. شما اعمالتان هم به سنت پیغمبرتان ابراهیم علیه السلام و پیغمبر اسلام، سیاست خارجی شه، سیاست داخلی شه، روابط بین الملل که با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی داشتن در وقت زمان خود در نظر بگیرین، خدا هدایت نصیبشان میکنه با غیر مسلمین. والله غفور و رحیم و خداوند کریم بخشنده و مهربان است. این دو آیت که آیت 8 و 9 است، روابط بین الملل با کشورهای غیر اسلامی که در جنگ هستند یا در جنگ نیستند. در آیت 8 کشورهایی که در جنگ نیستن بیان میکنن، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، الله جل جلاله شما را منع نمیکند از دوستی یا روابط داشتن نیک با کسانی که لم یقاتلوکم، با شما نجنگیدن، همسایگی خوب میکنن، روابط بین مثلا کشورهای همجوار ما که با همسایه‌داری خوب میکنن، در جنگ نیستیم. اسلام با ما امر میکنن که در حوادث طبیعی، زلزله، سیلاب، کانونا و خاطر حس بشر دوستی کمک بکنین، تعاون بکنین. ولم یخرجوکم من دیارکم، و بیرون نراندن شما را از خانه هایتان، ان تبروهم، این که نیکی بکنین. خدا امر کردن که با کشورهای غیر اسلامی که در جنگ نیستن، غیر حربی هستن، همسایه داری را، حقوق همسایگی را در نظر میگیرن، شما هم نیکی بکنین. و تقسطوا الیهم، و به انصاف رفتار بکنین. ان الله یحب المقسطین، یقینا خداوند میخواهد انصاف کنندگان را. در آیت آخر و کسای کشورهایی که کافر هستن، حربی هستن، با شما در جنگ است و شما سر شما تجاوز کردن، سر کشورتان، شما را از خانه هایتان کشیدن، با اونا دوستی نکنین. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم، الله جل جلاله منع میکنه شما را از کسانی که با شما جنگ کردن درباره دینتان، به حساب قانونا دوستی نکنین. و اخرجوکم من دیارکم، و بیرون رانده شما را از خانه هایتان، مثل کمونیسم، کمونیست ها که حمله کردن والای افغانستان، مهاجرین مسلمان ها را به از خانه هایشان کشیدن. و ظاهر و علی اخراجکم، و شریک شدن بر اخراج شما. ان تولهم، با آنها دوستی نکنین. و من یتولهم، و هر کسی که با آنها دوستی بکنن، فولای که همو ظالمون، آنها از گناهگار. و کسی که با دشمنای خدا دوستی بکنن، او در حقیقت ظلم کردن. شما با سلامت، بسیار زیاد تشکر. ادامه حرف و حدیث پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه برنامه اسلام و قرآن در بگونه مستقیم از شبکه جهانی روی تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. دوست عزیز، صفحه فیسبوک ما را زیاد نبرین. کل کارهای ما در این صفحه هست، صفحه اسلام فاصله و فاصله قرآن. بخوانین صفحه را، چون موارد بسیار کلیپ پست میشه، موضوعاتشه، ویدیوهای ما را ببینین اگر انترنت کافی داشتین، و نظر بتین با ما، لایک کنین، کامنت بگذارین، چون دنیا دنیای مبارزه هست، سرسری از پست های ما نگذارین، با ما باشین تا ما هم حس ما قوی و قوی تر شود. یعنی نیاز به این نیست که خدای ناخواسته ما تظاهر کنیم، اما بودن شما را، شما ما را هم روحیه میده. سخن اگر شنونده نداشته باشه که باز دیگه سخن نیست. خب به هر صورت نکات کلیات ما کی هست؟ نکات کلیدی 4 نکته است. اول ببینن که هر پیغمبر خدا در حقیقت هم رهبر دینی بودن هم دولت. چی مانا؟
گناه هم امورات دینی را به حساب رهبری میکرد و هم دولتداری و حکومتداری خوب و رعیت خود. بنان دین اسلام مجموع دین و دولت و رهبری و عبادت است. عبادت و رهبری است. پیغمبر ابراهیم علیه السلام بهترین الگو است. پیغمبر اسلام بهترین الگو است. سیاستمدارای ما باید از اونها اقتباس بکنند. بله. اونا را سرمشق زندگی خود قرار بگیدن در مسائل سیاسی. ببینیم پدر، قوم، امپراتوری وقت نمرود دشمن شد. در مقابل پیغمبر اسلام امپراتوری وقتشان روم و فارس بود. ولیکن پیغمبر چقدر یک سیاست مدبرانه داشت. بله. همشان با زور علم و تقوا و ایمان و اخلاق شکست دادن به حساب. دوم مسئله شما روابط نیک داشته باشین با تمام ملت‌های مختلف. ملت اسلامی خو است ولیکن ملت‌های غیر مسلم هم. امید است که خداوند کریم اونها را به حساب توفیق هدایت بتن از اخلاق شما متاثر شه. سوم نکته روابط داشتن با کشورهای غیر اسلامی که غیر حربی باشند در جنگ با شما نباشه. مسئله زلزله، حوادث طبیعی، سیلاب آمد، خدا میگه که همراهشون کمک بکنه. و چهارم نکته او کافره که حربی باشه، مستعمر زمین نیستن، حربی هستن، با شما در جنگ است، اونها را به حساب چه بکنیم؟ با اونها دوستی نکنیم. بنان این کمال حقانیت قرآن نشان میده که در دو آیت، آیت 8 و 9 سوره ممتحنه، تمام مسائل روابط بین ملل، حقوق بین ملل عمومی و خصوصی را که در رشته های حقوق کتاب های خیلی کلان بزرگ بزرگ علما دانشمندان نوشته کردن، کل مسائل روابط بین الملل را در دو آیت خلاصه کرد. کتاب امام حسن شیبانی هم بله شاید امام ابو حنیفه شاگرد داشت به نام امام محمد حسن شیبانی، شش کتاب بزرگ فقهی حنفی را که نوشته کرده در ظاهر روایت، از سیر الکبیر و از سیر الصغیر. فعلا در آلمان اینستیتوتی به نام روابط بین الملل به نام امام محمد شیبانی اونجا مسمی است. کتاب نوشته کردن 13 سال قبل. فعلا دانشمندای حقوق اونا را میگه پدر روابط بین الملل، امام شیبانی صاحب و یک مسلمان و یک حنفی مذهب. دوستای برادرای سلفی متوجه باشین نگه ظرافت ها را. سیاست خارجی در نظام سیاسی اسلام چگونه است؟ ببین نظر به می آیت قرآن کریم، پیغمبر اسلام هم رهبر دینی بودن هم رهبر حکمت و دولت داری. در عین وقت مسائل دینی را رهبری میکردن و سیاست خارجی، و هر نظام سیاسی اسلام باید سیاست خارجی، سیاست داخلی مدون داشته باشه، سیاست اقتصادی و تجارتیشان، سیاست نظامیشان همش مشخص باشه. دوست دشمن باید تفکیک باشه، استقامتشان و پلان و استراتژی که به اصطلاحات امروزی میگیم مشخص باشن. واسه پیغمبر اسلام در نظام سیاسی اسلام به حساب 5 کاتگوری داشتن. با ملت‌هایی که مسلمان هستند هیچ با اونها یک رو برخورد داشتن، روابط نیک داشتن. با ملت‌هایی که اهل کتاب بودن، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. با کشورهایی که اهل کتاب بودن، مثلا پیرو یهودیت و عیسویت، با اونها با مشترکات گپ می‌زدند. یک خدا را شما پرستش میکنین، ابراهیم و موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام شما قبول داریم، ما قبول داریم. ببینیم پیغمبر اسلام وقتی که از مکه به مدینه آمدن، مسئله بعضی روابط تفاهم نامه و پروتکل ها را با اهل مدینه بسته. سوم مثلا در رابطه با کشورهایی که اونها به حساب مستکبر هستند، حربی هستند، کافرهایی که حربی که دمی آیت بیان شده انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، او کافرهایی که حربی است به خون مسلمان ها چی هستند، اونها هر وقت که وقت پیدا کنن تجاوز میکنن، خدا گفتن با اونها دوستی نکن. اینا از این کافر حربی هم یک تعریف مشخص چطور بله. میشه با این شرایط دشوار آدم داشته باشه؟ او کافر حربی است که در دار الحرب است، اونا تابع مذهب اسلام نیست، اهل کتاب نیست، اونا به حساب با مسلمان در آیات قرآن کریم است، ها انتم ملای تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کله و اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل. یکی مسئله اهل کتاب است، دیگه کافرای غیره، کافرایی که هیچ صاحب کتاب هم نیست ولیکن در حربی دار الحرب است، بزد اسلام است، بزد مسلمان است، تابع هیچ شریعت و دین و مذهب نیستن. اونا با هیچ وقت با اونها دوستی جواز نداره. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم، که اصطلاح موالات است. بنان سیاست خارجی پیغمبر اسلام با کشورهای اسلامی یک قسم را برخورد داشتند، با کشورهای اهل کتاب دیگر رقم برخورد داشتند، با کشورهایی که
غیر مسلم هستند، حربی نیستند، با اونها دیگه رقم برخورد به اساس از این آیت 8 سوره ممتحنه، و کشورهایی که حربی بودن با اونها دیگه رقم برخورد، و کشورهایی که منافقین بودن در ظاهر مسلمان و در باطن منافق با اونها دیگه رقم از لحاظ دیپلماسی کار میگرفتن. یعنی کل کشورها را به پنج کاتگوری تقسیم. سلامت. خب فرض کنید استاد یک اصطلاح جدید اگر به کار ببریم که کافر است اما در کفر خود هم نفاق میکنه، یعنی ببینه کافر هست اما در ظاهر خود دوست نشان میده و میاد دست دوستی دراز میکنه، میگه من دوست شما هستم. با این کافر نظر اسلام چی است؟ باز ما در فقه سیاسی اسلام چهار اصطلاح داریم جناب سیرت صاحب. یکی مسئله موالات، دوم مدارات، سوم مواسات، چهارم معاملات. موالات چه مانه؟ دوستی کردن. مطلقا دوستی مسلمان با کافر جواز نداره به اساس آیت سوره مائده: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم آيات بينجاوياك سوري ماي. شيخ سمختك من دوستي نبات دوستي چمانا كهما راز خدا باونها افشا بكنيم موالات حساب راز افشاش باونها ني از خاطر كنا دوست نمیشه. يك دوم مدارات. مدارات چمانا؟ ظاهرداني. ظاهرداري در صورتي که دشمن قوي است، غالب است، او بم به اتم تیارای 52 داره تو دست خالی، در این صورت ظاهرداری بکنین اما پلان ها رازتان به اونا افشا نکنین به اساس آیت 28 سوره آل عمران: لا يتخذ الكافرون اولیاء من دون المؤمنین و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى. این مدارات میگه مثلا مسلمان ها ضعیف بودن، صلح حدیبیه چرا صورت گرفت و وقتی که قوی شدن باز گفت اسلم تسلم. این اصطلاح مدارات فعلا کشورهای اسلامی اکثرا دمی حالت قرار داره. و سوم اصطلاح مواسات است که در این آیت ذکر شد: خیراندیشی، کمک و همدردی با کشورهای غیر مسلم که در جنگ با ما نیست همسایه‌داری میکنن، مثلا با اونها دوستی بکنن. و چهارم اصطلاح معاملات. معاملات تجارت، خرید فروش، مسائل اقتصادی با غیر مسلم هم جواز داره، در صورتی که هم تاجر اسلامی ما مسئله حلال و حرام و جایز و ناجایز در نظر بگیره. وجود شما با سلامت. خب من میخواستم که این اشغال امریکا رو روش صحبت شود. خب بر صورت اصول رابطه می بین الملل در اسلام کدام ها هست؟ دین اسلام دین کامل، جامع، شامل، فرازمان تا روز قیامت است. یک دین فطری است، الحمدلله قانون زندگی است، برنامه زندگی است که در تمام ابعاد زندگی با پیروهای خود دستورات و ارشادات و راهنمایی کامل کردن. در بخش تعلیم و تربیت، صحت، قانون، حکمتداری خوب روابط خوب با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، با ملت‌های مختلف، ادیان مختلف. در این رابطه در اصول روابط بین ملل اسلامی که در این کتاب به شکل تفصیلی ذکر است، مثلا اصل کرامت انسانی اسلام به یه حرمت میگذاره، وحدت جامعه بشر، همه تان اولاد آدم هستید، در بشریت همه تان نکته مشترک است. تعاون، اصل تعاون، اصل تسامح، اصل آزادی، اصل التزام به ارزش‌های اخلاقی، اصل به عدالت اجتماعی، معامله بالمثل. یک کشور وقتی که با یک کشور کدام موضوعی را معامله کردن میتونن وفا به عهد در مسئله تفاهم نامه و تعهدات و معاهدات، ایجاد موعدت، جلوگیری از فساد، کمک به ضعفا، اصل زندگی اجتماعی، داشتن ارتباط با هم نوع خود با انسان ها. دیگه اسلام دینی است جامع فراگیر و اسلام اصول استوار داره که به حساب اون چی است ارزش های مسلمه. مثلا میگن که یگانه راه نجات تانی است که به اسلام پیرو شین. ان دین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و دیگه در اسلام ما یک سلسله حقوق و وجایب داریم در که دولت اسلامی و افرادش با کشور، با افراد غیر مسلم که اهل ذمی هستند، مستامن هستند، باید در نظر بگیرن. حقوق اقلیت ها را باید در نظر بگیریم. اهل ذمه و اهل مستامن اونا یک سلسله حقوق و وجایب دارن که در نظام سیاسی اسلام همیش ذکر است. شما با سلامت باشین. خب فرصت با ما اندک هست، پیام آیات مبارک به تمام سیاسیون کشور چی است؟ پیام آیات به تمام سیاسیون مایی است که بین از خدا بترسین. بهترین نسخه قرآنی داریم،
روابط بین الملل در قرآن نمی آیت 8 و 9 سوره ممتحنه را در تفاسیر به زبان‌های مختلف نوشته شده. الحمدلله علما مفسرین پیغمبر اسلام و ابراهیم خیر الله را سرمشق زندگی خود قرار بگیرین. دین اسلام در رابطه با روابط بین الملل خیلی اصول داره، روابط داره. شما به اینا را در نظر بگیرین که بتانیم ما کشور خود نجات بدیم و یک روابط خوب داشته باشیم با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، با کشورهایی که غیر حربی هستند و حربی هستند. و ما ببینیم که دین مقدس اسلام، اسلام هم و تصویر اصلی اسلام هم با جهانیان باید ما و شما انعکاس بدیم. شما به سلامت. امکان فرصت هست با ما؟ خب یک سوال دیگه هم در زیر میگشت میره کوتاه استاد، امی دو تا کتاب امام حسن شیبانی ترجمه فارسی شده استاد؟ تا فعلا ترجمه فارسی نشده ولیکن به انگلیسی ترجمه شده. اسیر الکبیر و اسیر الصغیر در آلمان به حساب زبان انگلیسی. وجود شما به سلامت. تشکر، بسیار زیاد تشکر استاد، استفاده ها کردیم. سپاس شکران از تمامی همکارا و از تمامی شما سروران گرامی که تا ایدم با ما بودین. آمادگی های خود داشته باشین بخیر به طرف نماز جمعه و خواندن سوره کهف که ان شاء الله هم از اولویت های کار ما باشه. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی دری نوشته کردید. سوال و نظری داشتین ما در خدمت. و شماره تماس هادی و واتساپ ما 0782 224710. خوش باشین. الان نگهدار شما.